به نام خداوند شفادهنده و با آرزوی سلامتی شما عزیزان، سلام نیمه روزتان بخیر. خرسند هستم که باز هم این برنامه موقع مساعد ساخت تا خدمتگزارتان باشم. 24 مارس در تقویم به نام روز جهانی توبرکلوز ضرب زده شده و ما هم در برنامه حاضر از این برنامه تشکیل نموده و پیرامون کاهش بیماری توبرکلوز صحبت می کنیم. این که چقدر توجه صورت گرفته دقیقا دیگه از طرف وزارت صحت عامه، و فراموش نکنم که امروز در تالار وزارت صحت عامه از این روز تشکیل و بزرگداشت صورت گرفت. اینجا دو مهمان بزرگوار را دارم با خود، جناب دکتر نعمت‌الله احمدزاده، مسئول ابتکارات جدید پروگرام ملی کنترل توبرکلوز در وزارت صحت عامه، و جناب محمد عارف همت، مسئول انجمن مریضان توبرکلوز در افغانستان. جناب دکتر صاحب احمدزاده و جناب محمد عارف همت، خوش آمدید به استودیو زندگی. تشکر. دکتر صاحب بزرگوار، از شما آغاز می کنیم که از زمان که دولت موقت ایجاد شد الی حال چقدر توجه صورت گرفته و واقعا بیماری تا چند اندازه کاهش پیدا کرده؟ تشکر. در قدم اول ما سلام خود خدمت همکاران تکنیکی تلویزیون جهانی نور و همچنان خدمت تمام هموطنان عزیزی که از طریق تلویزیون نور مرا میبینند تقدیم میکنم. ممنون. و به نام خداوند متعال آغاز میکنم. پروگرام ملی کنترل توبرکلوز با از آوان که بعد از اینکه جنگ های داخلی ختم گردید فعالیت های خود آغاز کرد، و از سال 2001 که ما در سال 2001 در کل افغانستان 10 مرکز داشتیم، اما آل خوشبختانه در سال 2016 به حساب سال 2095 و 2096 میشه، ما در حدود تقریبا 2800 مرکز سی ای که در افغانستان فعالیت سی ای میکنن، ما 2018 مرکز در تحت پوشش پروگرام ملی کنترل توبرکلوز داریم که در اوج هم تشخیص توبرکلوز یا مرض سل هم تداوی توبرکلوز صورت میگیره. و فراموش نکنم که پروگرام ملی کنترل توبرکلوز یک دپارتمنت تکنیکی وزارت صحت عامه است که با داشتن پرسنل فنی متخصص و نیرومند و خستگی ناپذیر فعالیت های خود در قسمت کشف وقایع توبرکلوز، تداوی وقایع توبرکلوز انجام میدن. بسیار عالی. پس پروگرام ملی کنترل قبل از ایجاد دولت انتقالی بوده و بعد از او توجه بیشتر صورت گرفته، از چنانچه شما یادآوری کردین. بله. که بعد از 2001 شما فعالیت های خود را وسیع ساختین. خوب است از شما بیشتر بشنویم. و اما حالا جناب همت، انجمن مریضان توبرکلوز افغانستان چی کارها را انجام داده به خاطر محو بیماری؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. دی نور دی تلویزیون درنو کارگردان کارکون کتا و طول و لیدون کتا السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. دی مریضان طولنا پا 2009 کال که ایجاد شوله، و دی پا همکاره دی ملی توبرکلوز دی پروگرام پا همکاره دی وزارت صحت عامه پا استراتیجی بانده دی ایجاد شوله، او په ټول ولایتو تقریبا په زیاتره ولایتو کې موږ انجمنونه لرو، او تر څو وکولای شو چې هغه مریضان چې دی تداوی شوي دي دی په دغه انجمن کې کار وکړو، او ځان د دغه ټولنې غړی وبولي، او د نور مریضانو سره په دغه راستا کې همکاري وکړو. خوشبختانه د په د نوي دولت په راتلو سره د مریضان د توبرکلوز اوس کولای شي چې په ټولنه کې د نورو مریضانو خدمتګاران خدمت کوي، او دی کولای شي چې د په تداوی د نورو مریضانو کې همکاري کا، او هغه مریضان چې دی اشتباهي د توبرکلوز وي هغه صحیح مراکز ته ولیږي په ډېره ښه بونه، ځکه دی تجربه لري. او یو مشکل خدا و چې مخکې د مریضان د توبرکلوز ځان به ډېر یعنی داسې ګڼلو چې په جامعه کې شرماور او د مرض، نو اوس دغه انجمن د مریضان توبرکلوز یا دغه ټولنه د مریضانو د خلکو ته وښودله چې دا کولای شي چې په جامعه کې کار وکړو، د معلم په صفت، د ډاکټر په صفت،
او د یعنی آگاهی هم از طرف انجمن شما صورت گرفته؟ بالکل ټول صورت نیولې ده تر څو وکولای شي په جامعه کې آگاهی ورکو چې دا مرض قابل د تداوی ده. و این آگاهی دهی که صورت گرفته از طرف انجمن شما چقدر تاثیر خود را گذاشته؟ ډیر تاثیر کړی ده په جامعه کې. اوس ټول مریضان او هغه مریضان چې تداوی کړی ده د ټول په خپل جامعه کې څوک ویني چې د دوه هفتو نه زیاته ټوخل یې ولري تبه ولري نو دی ورته هدایت کوو چې تر څو صحي مراکز ته ورسي. خوشبختانه چې اوس لکه ډاکټر صاحب نعمت چې وایي چې موږ 2000 صحي کلینیکونه لرو د تبرکلوز د مجادلې په خاطر نو موږ کولای شو د هرې ساحې د هرې نقطې نه دغه هغه اشتباهي مریضان دغه مراکز ته ولیږي. من نکوم ودان همت صاحب و جناب ډاکټر صاحب احمدزاده، خب پس از 2001 الی حال ارقام دقیق وجود داره؟ چه تعداد اشخاص و افراد مبتلا بودند به توبرکلوز و تا حالا چقدر کاهش صورت گرفته؟ اصلا به اساس تخمین سازمان سی جهان در افغانستان در هر 1,00,000 نفوس 189 نفر به توبرکلوز سالانه مصاب میشن. از این 189 نفر که مصاب میشن 79 نفر از این واقعات باز توبرکلوز است، یعنی واقعات هستن که ساریستن از یک شخص به دیگر شخص انتقال میکنن. و در پلوی از او امی 79 نفره که به امراض و حساب به مرض توبرکلوز یا سل مصاب است، اینا با هر سلفه خود تقریبا 3 الی 5 میلیون میکروب توبرکلوز به جامعه پخش میکنن. و ما ارقامی که در سال 1395 ما داشتیم، ما نسبت هم از طرف سازمان صحی جهان یا نه؟ نه خیر، نه، ما ارقامی که ما خود ما جمع‌آوری کردیم، اصلا سازمان صحی جهان باید سالانه 61,000 واقعه ما در افغانستان کشف کنیم و تداوی بگیریم، که ما از این 61,000 واقعه که به حساب باید کشف کنیم، ما 43,046 واقعه از این در سال 1395 کشف کردیم. نسبت به سال 1394 ما 16% به حساب دستاورد خوبتر داریم، که به اساسی که به حساب ما فعلا واقعیابی که ما داریم، این واقعیابی ما تقریبا در حدود 69% است. و همچنان ما تداوی که یعنی تداوی مفقانه که ما در سال 1395 داشتیم، ما 88% مریضای را که در سال 1394 کشف کرده بودیم، در سال 1395 88% دیگه ما تداوی کردیم و تداوی مفقانه داشتیم، که به اساس تخمین سازمان صحی جهان که برای ما گفتن که ما باید 70% واقعیابی داشته باشیم و 85% تداوی موفقانه داشته باشیم، در حالی که ما 88% تداوی موفقانه داریم، که در این قسمت ما تقریبا 3% بالاتر هستیم از تخمین سازمان صحی جهان. و در قسمت واقعیابی باز ما مشکلات داریم که ما و جالب گپه که در قسمت ما بر شما تشریح کنم، از جمله امی واقعاتی که ما 43046 واقعه را کشف کردیم، 58% این خانم هاست، یعنی زیادتر نشان. بله، اما خوشبختانه دلیل چی بوده دکتر صاحب؟ بالکل، دلیل اساسی که در قسمت خانما مشکلات که صرف افغانستانی مشکلات داره ایست که مقاومت سیستم بدن خانما بسیار پایین است. میخوایم عامیانه بگویم، چون با هموطنان گپ میزنم، مقاومت سیستم بدن خانما پایین است. چرا پایین است؟ به خاطر اینکه در افغانستان خانما امو فامیلی پلاننگ یا پلان فامیلی را تطبیق نمی کنند. یک طفل در بغل دارن، یک طفل در پالو دارن، یک طفل هم در بدنشان است. این خودش باعث پایین آمدن مقاومت بدن میشه و پایین آمدن مقاومت بدن فشار کار خانه، بله، تعلیم، بله، و تحصیل و کار بیرون از خانه هم زیاد است. بلکل امی خود پایین آمدن مقاومت باعث میشه. دیگه که خانم ها در افغانستان اکثریتا اگر متوجه شده باشین محکوم به خانه هستن، به این معنی که اگر پیش دکتر باید برن از شوهر اجازه بگیرن، اگر بیرون که میبرن از شوهر اجازه بگیرن، وقتی که نام مریض میشن اجازه گرفتن که خیر، خب، بله، کاش اجازه داده شوه باز، کاش که اجازه داده شوه، بالکل. و وقتی و که بعضی بیماری را آر هم میپندارن، پزشک که تفصیل صحبت شما را قطع میکنه. یکی از پرابلم هایی که ما در قسمت خود واقعیابی توبرکلوز یا سل داریم شرم جامعه است. شرم جامعه به این معنی که اگر یک خانم به توبرکلوز مصاب میشه، او را زود ابراز نمیکنه و زود به حساب تشخیص نمیشه، چرا که اصلا حاضر نیست تشخیص شوه. و اگر تشخیص هم شوه
مشکلات بار میره و برش. یک خاطره جالب را شما بله قبل از شروع برنامه با من شریک ساختین که خانواده تصور میکرد که باعث ماندنش در خانه به اصطلاح عامیانه و بله خواستگار نیامدن میشه دیگه. بالکل بالکل ما یک بر شما آقا هم به بیماری مصاب است ولی هیچ بله. نوع استرسی نداره، براحتی پیش دکتر میره، تشخیص میشه، تداوی میشه. طبعا. ولی دختر خانمای بیچاره با زیاد خود مشکل امی داره. مرسالاری که به حساب در افغانستان هست یکی از عوامل که خانما زیادتر به توبرکلوز مصاب میشن و به زود تشخیص نمیشن، یکی نمیسته که مرسالاری در افغانستان زیاد است و دیگه پرابلم عمده که به حساب ارتباط از اینکه خانما زیادتر به توبرکلوز مصاب میشن خود کار خانه است. مثلا جوری خانه را خانم میکنه، تندور خانه را خانم میکنه با دود و با همه چیز به حساب بجده. دیگه ای که خانم ها اکثرا ببینید قالین بافی میکنن، قالین بافی بیشتر خانم ها بالا مصروف دیگه، هستن. این خودش از زمینه را مساعد میکنه. یعنی دکتر سب احمدزاده با پوزش کارهای ریز و خرد باعث خود توبرکلوس میشه که شخص را مصاب بسازه خب یا نه؟ اصلا توبرکلوس عاملش چیز در کار اصلا توبرکلوس یک نوع میکروب داره که به نام باسیل کوخ یا مایکوباکتریم توبرکلوز یاد میشه. و چرا ما باسیل کوخ میگیم؟ به خاطر که برای اولین بار در سال 1882 توسط یک عالم جرمنی که به دمی تاریخ 24 مارس که ما به حساب روز جهانی توبرکلوز تجهیز میکنیم، امی دکتر آلمانی برای جامعه یا برای جهان به اثبات رسانید که مرض توبرکلوز یک میکروب داره به نام مایکوباکتریم توبرکلوز. یعنی تو زمان کشف نشده و توسط این دکتر بلا. آلمانی کشف. خدا بلا. خیر بده این دکتر. بله و جالب است که این توسط همون میکروسکوپی که خانمش در 27 سالگیش برش تحفه داده بود توسط همون میکروسکوپ کشف کرده. خدا خانه او را خیر بده. به شما برمیگردیم دکتر صاحب احمدزاده. جناب همت میخوام از شما بدانم انجمن شما اجرایی هست یا نه در قسمت تشخیص افراد مبتلا به توبرکلوز کارها را انجام میده؟ در کل فعالیت شما چیست؟ د تبرکلوز د مریضانو ټولنه لکه مخکې ستاسو وویل چې زیاتره دغه مرض آر دی، ننګ دی په ټولنه کې. د موږ یوه هدف دا دی چې دا په خپله لکه ډاکټر صاحب چې وویل چې دا یو مرض په میکروبي ډول د میکروب نه د سرایت کو، نو دا باید آر څوک ونه ګیري تر څو موږ هغه کوم اور چې په جامعه کې دغه دی بینه یوسی. یو شما به یک چنین حالت برخورد همت څنګه نه؟ مثلا دختر خانواده توبرکلوز داشته، خانواده نگذاشته او تشخیص و بعدش تداوی شده. ما دیر مو لیدلی دی میشه یکی از خاطرات خصوصا بیننده شریک بسازید، خصوصا هغه زنانه وی چې دی زلی ورته وی دینایتس تی بی، نو هغه خانما چې دلته زلی ولري زیاتره خلک هغه نه کوي، هغه سه یعنی دغه ودونو ته مشکل ویني، هغه پامل کې توبرکلوز وي دغه نه څوک واده نه کوي. نو موږ یو هدف دی دغه انجمن څه شی دی؟ یو هدف دا دی چې موږ دغه آر په ټولنه کې د بینه ایسو، یعنی آگاهي دی صورت بگیره، آگاهي دی چې دغه یو مرض دی. چند فیصد کار کردی در این زمینه؟ تقریبا د په اوسنۍ حالاتو کې موږ ډیر توانیدلی چې اوس هر د اور موږ دومره دی بینه وړي چې اوس هر څوک کولای شي چې وایي چې زه یو مریض دی توبرکلوز. خب بیشتر برنامه های شما تمرکزش به پایتخت است یا نه؟ نه 34 ما تن په پایتخت کې هم دی، اوس موږ کوشش کو په مزار شریف کې، په قندار کې، په هرات کې، او په غور کې، په بامیانو کې، او په تخار کې مو دغه انجمن ایجاد کړی دي. در ټول نه ایجاد کړی. دکتر صاحب احمدزاده بپرسیم که کدام ولایات بیشتر افراد اشخاصش مبتلای به توبرکلوز است؟ مشخص شده یا نه؟ تشکر، سوال بسیار خوب است. در افغانستان ما 5 ولایت بزرگ داریم. کابل است، قندهار است، هرات است، مزار شریف است. پر ازدحام. جلال آباد و پر ازدحام هستند. ساحات مزدحم واقعا به هوا آلوده می باشه و در پولی از نفوذ زیاد می باشه، تراکم به حساب زیاد می باشه و در اوجه واقعات توبرکلوز هم زیاد می باشه. و خوشبختانه پروگرام ملی کنترل توبرکلوز با ایجاد پروگرام اربنداز یا داس شری پروگرام را آغاز کردند و در اوجه پروگرام تقریبا در سال 2009 ما برای اولین بار در افغانستان به شکل تحقیقی یا پایلوت ای را انجام دادیم. وقتی بود که در کابل ما تعداد واقعی ما بسیار پایین بود نسبت به دیگر ولایت‌ها،
اما خوشبختانه بعد سال 2009 در سال 2016 یا سال 1395 ما زیاتر واقعیابی را در کابل داریم و بالاخره ما آیسا آیسا امی پروگرامی که به حساب ارونداس یا تاس شریع هست و کمک مسیح دلیل هم حتما ازدیاد نفوذ است که بیش از حد شده در بله. کابل که او بله بله. توانایی را نداره بله. متاسفانه بله. ما فعلا در شهر جلال آباد قندهار و ایراد هم در سال 1395 پروگرام آغاز کردیم و به می خاطر ما نسبت به سال 94 یا بگویم 2015 در سال 2016 ما 16% واقعیابی ما بالا رفت، چرا که ما پروگرام داس شریع شروع کردیم و تانستیم که ما با زی داخل ساختن شفاخانه های شخصی، دکترهای شخصی که به نام پرایویت سکتور هستند، اینا را ما زی داخل پروگرام ساختیم. فعلا ما تقریبا 20% زیاده شفاخانه های شخصی را در کابل و جلال آباد و قندهار و ایرات و مزار شریف تحت پوشش پروگرام میکنه. مشکل وجود داره جناب دکتر صاحب نعمت الله احمدزاده که بخش خصوصی وقت در میان میایه گرفتن پول گزاف مطرح میشه. خب ای تا چند اندازه مدیریت و کنترل میشه؟ بالکل بالکل، ما با تفاهم نامه که با سکتور خصوصی صورت گرفت از طریق پروگرام ملی کنترل توبرکلوز تشخیص تداوی مریضای توبرکلوز رایگان است. حتی با شفاخانه با شفاخانه شخصی. بله. دوا ما کمک میکنیم با شفاخانه شخصی، مواد لابراتوری از طرف پروگرام ملی کنترل توبرکلوز و وزارت صحت ما کمک میشه با اونا، طرف وقتی که یک واقعه مشکوک یا احتمالی توبرکلوز داری که دریافت میشه از طریق از اونا تشخیص و اونا تداویش شروع میکنن و ادامه میدن. چرا که دوای توبرکلوز براحتی بعد سرس هست بلکل. و کیفیتش چطور است؟ از کجا وارد میشه؟ بسیار خوب، بسیار سوال خوب کردید، چرا که دامی موضوع باید به ذهنیت عامه برسه. دوایی که ما در پروگرام ملی کنترل توبرکلوز داریم، دوایی که به کمک سازمان صحی جهان، کشورهای دونر مثلا جایکا ژاپن با ما کمک میکنه و دوار ما از خود امی مرکز اساسی دوای جهان یعنی به نام گلوبال فسیلیتی یا جی دی اف، به نام جی دی اف یاد میشه، ما دوا را از پیش از اونا میگیریم. دوای ما دوای استاندارد است. بسیار خوب. شما باور داشته باشین من با یک سفر داشتم به ژاپن، در ژاپن این دوای ما نیست، همین دوایی که ما در افغانستان داریم. چرا که افغانستان از جمله کشورهایی است که واقعات زیاد توبرکلوز داره و سازمان صحی جهان و کشورهای دونر و کشورهای همکار کتی ما هستند، اونا کوشش میکنن که ما مریضای توبرکلوز خوب تداوی کنیم تا که از سرحدات افغانستان به طرف کشورهای خارجی نره. سلامت باشین جناب محمد عارف همت. میشه یکی از خاطرات خود را که با یکی از خانواده درگیر شدین نمیخواستن تشخیص شوه و تداوی صورت بگیره که حتما خاطره چی خاطرات دارین با بیننده ها شریک بسازید؟ بسیار خوب، ډیر ښه مننه کوم د تاسو سوال او ډیر ښه سوال دی وکړه. اول خود د مریضانو ټولنې اصلي اهداف دادی لکه وخت ډاکټر سوې چې مریض ته دوا باید په مکمل ډول ورسی او به کوم دی پیسونه او کومه کوالټی چې د ډاکټر سوې رښتیا په افغانستان کې هغه دوا چې ډیره په ښه کوالټی ده نو دلته د مریضانو حقوق باید رعایت شي، مریض ته په خپل وخت دوا ورکړل شي، واقعا رعایت نشي، واقعا اوس رعایت کیږي. ټول ډاکټر صاحبان په خپل هغه کې مریضانو ته مفت تداوی ورکوي او د مریضانو دا یو حقوق دی چې مریض باید خپل داونه یکی بحث تداوی رایگان است و از طرف عدم توجه به مریض است. این واقعا توجه صورت میگیره در این زمینه یا نه؟ ډیر صورت نیست. مخکې دینه چې مریض راجستر کیږي، دوا اخیستل کیږي، هغه ته پوره مکمل یعنی هغه ته راهنمایی کیږي د ډاکټر د هغه نه چې دا دوا څومره وخت لپاره خوري او څومره وخت باید وخوړل شي او په دې په عین یو مسولیت د انجمن د مریضانو تبرکلوز هم دغه دی چې مریض دې ته وادار کړو چې مریض مکمل ډول تداوی خوري او ښه شي. یو سوال چې تا وکړو واقعا دا یو ډیر ښه سوال و او ډیر موږ ورسره مخامخ شوي چې بعضې فامیلونه چې تبرکلوز کې موجود وي نو هغه نه غواړي چې خلکو ته ځان وښيي.
آقا این دی مشکل هم مشکل از هر دو طرف، از طرف پسرها و خانم‌ها، یا نه نه تنها ولا طرف نه در دی دی زیاتر دی دی خانمانو دی 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 قزو ندم. متاسفانه متاسفانه خانم‌های ده مشکل ده. بیچاره. بله هر بله وقت بدی مشکل همیشه دیگه مظلوم ما واقع مظلوم واقع میشن. هسته بله و په افغانستان کې اوس هغه پیسدی دی د زنا اته 50% چې ډاکټر سره وي، یعنی د ډېرې ښځې په دغه مرض باندې اخته کېږي. نو اوس موږ غواړو چې دغه پیسدی یو څه خو کمه شي، او دوام بل هغه کوم دو د دستور چې دی با تلاش دو د دو دستور کلتور چې کوم دی هغه باید موږ تغییر ورکړو. بله او دا و خب از یک طرف شما کار میکنین، از طرف جناب همت ما هم تلاش میکنیم که از طریق برنامه زندگی مشخصا به خاطر آگاهی دهی برنامه های خود را داشته باشیم. همکاری شما و جناب دکتر صاحب احمد زاده را خواهانیم که در قسمت معرفی مهمانان و همچنان اشخاص و افرادی که مبتلا به این بیماری بودند و صحت یاب شدند، تا تمام بیننده ها و مخاطبان برنامه ای ذهنیت سازی صورت بگیره که واقعا توبرکلوز بیماری نیست که ما از او آر کنیم و گوشی تنهایی را بر خود اختیار کنیم و نخواهیم که تداوی شویم. گفتنی او پیامتان چیز برای بیننده های برنامه؟ دی موگ طول لیدون که تا دی موگ یه وراندیز او داده چه طول حقا چوک چه اول خود توبرکلوز مرض تداوی لری. موگ الحمدلله پا افغانستان که ختم لرو ملي د تبرکلوز پروګرام لرو، وزارت سیاحت عمل لرو، او ډېر ښه رسیدګي ورته کېږي. نو ټول هغه خلک چې د دوو هفتو نه زیات ټوخی ولري او بلغم ولري او تبه لري او وزن بایلي، صحي مراکز ته ورشي، هر څه ورته آماده دي. د دې دپاره تداوي ورته آماده ده او د هغه مرض تداوي لري. کوم مشکل نه دی لکه د نور امراضو په شان باندې، د دې تداوي ته نورو مریضونه ډېره ښه کېږي په افغانستان کې. و یک موضوع مهم دیگه هم جناب همت که همی بلغم خود را هر طرف نباید بیاندازن که خودش باعث انتقال بیماری برای اشخاص صحتمند میشه. جناب دکتر نعمت الله احمدزاده گفتنی شما را میداشته باشیم، ما چرا که ما سوال نکردیم اونا گفته پیش شما باقی مانده. تشکر، سلامت باشین. ما چند پیام دارم به هموطنان خود. البته بسیار کوتاه. بله. پیام اول میست که هموطنان عزیز، پروگرام ملی کنترل توبرکلوز با ظرفیت بسیار خوب خدمتگار شماست. شما کوشش کنین که وقتی که سلفه بیشتر از دو هفته پیدا میشه و با او بلغم پیدا میکنین، به نزدیکترین مرکز سی مراجعه کنین. در مرکز سی که به نزدیکترین مرکز سی که نزدیک خانه شماست، همه سهولت های تداوی و تشخیص موجود است. و دیگه در پولی از او پیام دیگه ما در قسمت کنترل انتان توبرکلوز است. ما از تمام وطنان خود تقاضا میکنم اشخاصی که سلفه دارن بیشتر از دو هفته کوشش کنند که سلفه که میکنن، چون خود سلفه باعث انتقال و انتشار مرض میشه، امو تدابیر وقایوی سلفه را در نظر داشته باشند. به این مانا که وقتی که سلفه میکنن، یا ای که یک دسمال پشوری بینی خود بگیرن، و یا ای که اگر دسمال نبود چادر که پیششان بود چادر خود بگیرن. بالاخره اگر هیچ چیز نبود میتونن که دست خود به این شکل بگیرن سلفه کنن. خب رواج شده بله. پیش آقایان هم یک دسمال هست بله. و خانم ها که چادر دارن الحمدلله، تا که مسلمان هستیم. بتونیم ما وقایه کنیم. جناب دکتر نعمت الله احمدزاده و جناب محمد عارف همت، ما افتخار بخشیدین و ممنون از معلوماتی که در اختیار ما با بیننده های برنامه گذاشتین. ما هم روز یک پیام داریم و پیام امروز ما در برنامه زندگی این که دیگه از دواهای خودسرانه استفاده نکنیم، بدون نسخه به دواخانه مراجعه نکنیم و همچنان کسانی که در دواخانه ها مسئولیت و مصروفیت دارند، خواهشان بدون نسخه برای کس دوا ندهید و مخصوصا به قول دکتر صاحب احمدزاده دوای توبرکلوز. تا دیدار بعد در حفظ خداوند بزرگوار باشید.